سرخط خبرها. بازگشت رئیس جمهوری فرانسه به بیروت. مکرون درباره خطر سقوط اقتصادی لبنان و لزوم اصلاحات گسترده هشدار داد. خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد. واکنش رهبر ایران به برقراری روابط بین امارات و اسرائیل. آیت الله خامنه ای میگوید خیانت است و دوامی نخواهد داشت. برکناری دو شاهزاده سعودی از مقام‌های نظامی و دولتی، فهد بن ترکی و پسرش به فساد مالی متهم شدند. درگیری لفظی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا همزمان با ادامه اعتراض‌های خشونت‌آمیز. بایدن ترامپ را به ضعف رهبری متهم کرد. ترامپ میگوید بایدن از اوباش حمایت میکند. سلام و عصر بخیر. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سفر به بیروت پایتخت لبنان گفته 6 هفته آینده دوره‌ای حساس در مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور است. آقای مکرون همچنین درباره خطر فروپاشی اقتصادی لبنان هشدار داده و گفته کشورش آماده میزبانی نشستی بین‌المللی برای کمک به لبنان است. این دومین سفر آقای مکرون به لبنان از زمان انفجار مهیب بیروت است. سفر او همچنین مصادف شده با 100مین سالگرد تأسیس کشور لبنان. فواز جرجیس، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در مدرسه اقتصادی لندن، با ماست. آقای جرجیس، این دومین سفر آقای مکرون ظرف کمتر از 1 ماه به لبنان و بیروت است. فعالیت او، فعال بودن او در زمینه لبنان چقدر در لبنان حمایت داره؟ خب کسی دیگه اصلا نیست. مکرون تنها رهبر جهانی است که به نظر میاد که داره به لبنان علاقه نشون میده. از زمان انفجارهای مهیب و عظیم بیروت حتی یک رهبر عرب هم از لبنان دیدار نکرده. هیچ کس به جز مکرون از بیروت دیدن نکرده. بنابراین اگرچه بسیار از لبنانی ها میدونن تاریخ استعماری فرانسه رو در این کشور، فرانسه قدرت استعماری بود برای نزدیک 70 سال در لبنان، اما واقعیت اینه که تنها رهبر جهانی که ابراز علاقه کرده که به لبنان کمک کنه، که میانجیگری کنه در میان گروه های متشتت سیاسی و فرقی در لبنان، تنها کسی که پیشنهاد کمک داده مکرون بوده. بنابراین میشه گفتش که لبنانی ها انتخاب دیگری ندارن. تنها کسی است که داره به نظر میاد در این لحظه خطیر به اونها کمک میکنه. آقای مکرون، به نظر میاد که موضعش حمایت از مصطفی ادیبه به عنوان نخست وزیر تازه لبنان. این چطور اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه خب مردم لبنان از این سیاستمدارها بیزار هستند، و چطور شد که آقای مکرون از او داره حمایت میکنه؟ مکرون خواستار یک دولتی است که روند اصلاحات رو در لبنان شروع کنه. لبنان اقتصادش الان فروپاشیده، سقوط کرده. لیر لبنان 80% ارزش خودش رو از دست داده، واحد پول ملی کشور. 50% جمعیت 5 میلیونی لبنان الان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند، برای غذا، برای نون و آب خودشون به کمک نیاز دارن. بنابراین کشور سقوط کرده از نظر اقتصادی. بنابراین مکرون میگه که نگاه کنید، الان اولویت اینه که یک دولتی داشته باشیم که این فرایند اصلاحات رو شروع کنه. بنابراین نیاز دارید که بلافاصله این اصلاحات رو انجام بدید تا از سقوط بیشتر جلوگیری کنید، و بعد از اون باید که کل سیستم رو، کل نظام رو، دوباره ساختار جدیدی براش
طرح بریزید، نیاز به یک پیمان جدید اجتماعی دارید، این حکومتی که بر مبنای فرقه هاست کنار بگذارید و یک حکومتی بنا کنید که بر مبنای حق شهروندی و برابری همه شهروندانه، صرف نظر از اینکه به چه مذهبی تعلق داشته باشند. بنابراین باید بگیم که مکرون از نخست وزیر جدید به اون معنی حمایت نمی‌کنه، در واقع داره از یک دولت وحدت ملی حمایت می‌کنه که این فرآیند اصلاحات رو به جریان بندازه و انتخاب دیگری هم نداره، برای اینکه اون الیت، طبقه حاکم در لبنان، همه چیز رو در اختیار خودشون دارن و بنابراین باید یک جای شروع کرد و این چیزی که مکرون میگه. آقای جرجس، خیلی ممنون از شما. فواد جرجس، استاد روابط بین الملل از مدرسه اقتصاد لندن، از همینجا لندن با ما. متشکرم. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش به برقراری روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل این توافق را خیانت توصیف کرد. آقای خامنه ای این احضارات را یک روز بعد از آن بیان کرد که برای نخستین بار در تاریخ دو کشور یک پرواز مستقیم از اسرائیل در امارات به زمین نشست. امارات سومین کشور عربی است که از زمان تأسیس اسرائیل با این کشور روابط عادی برقرار می‌کند. کیوان حسینی و جزئیات بیشتر. اجلاس آموزش و پرورش و سخنرانی آیت الله خامنه ای که به شکل ویدئویی برگزار شد. آقای خامنه ای که این روزها به دلیل کرونا تمامی برنامه‌هایش تحت تدابیر ویژه برگزار می‌شود، در اینجا سرانجام به توافق امارات و اسرائیل واکنش نشان داد و همانطور که انتظار می‌رفت علیه این توافق موضع گرفت. خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. و بعد افسود که آنچه او خیانت توصیف کرده دیر نخواهد پایید. این کاری که اماراتی ها کردند، این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت. اما روزنامه کیهان که در مواضع سیاسی با آیت الله خامنه ای همسویی دارد، در تهدید امارات صراحت بیشتری نشان داد. در شماره روز سه‌شنبه این روزنامه این احتمال مطرح شده که دو انفجار در ابوظبی و دبی که روز دوشنبه رخ دادند با نخستین پرواز امارات اسرائیل مرتبط باشند. گزارش‌های رسمی این انفجارها را نشت گاز اعلام کردند و هیچ گروهی نیز مسئولیت آنها را بر عهده نگرفته است. پرواز روز دوشنبه یکی دیگر از نقاط عطف روابط اسرائیل و امارات بود که سه هفته بعد از اعلام توافق میان دو کشور انجام شد. در این پرواز، جارد کوشنر، مشاور ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، به همراه تعدادی از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی وارد امارات شد تا درباره زمان نهایی دیدار سران سه کشور و موضوعاتی بیشتر مذاکره کنند. روز سه‌شنبه نیز امارات و اسرائیل اعلام کردند که بر سر تشکیل یک کمیته مشترک خدمات مالی توافق کردند. کار این کمیته تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها میان دو کشور خواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. گزارش شده که در حمله موشکی اسرائیل به سوریه دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. دولت سوریه گفته که این موشک‌ها از بلندی‌های جولان به سمت اهداف نظامی در جنوب دمشق پرتاب شده بودند. اسرائیل هنوز درباره این حمله چیزی نگفته. در همین حال در فضای مجازی گزارش‌های منتشر شده که اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در این حمله آسیب دیده. اما منابع رسمی و مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. مرکز آمار ایران میگوید اقتصاد این کشور برای هشتمین دوره سه ماهه متوالی کوچک شده. به گفته مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال منفی 3.5% بوده. نرخ رشد اقتصادی بهار 1399 بدون احتساب نفت هم منفی 1.7% بوده. آمارهای این نهاد نشان می‌دهد که آخرین باری که اقتصاد ایران در یک فصل نسبت به مدت مشابه سال قبلش رشد کرده، بهار 1397 بوده، یعنی دو سال پیش.
همزمان با نشست ایران و کشورهای عضو برجام در وین پایتخت اتریش، یک گروه لابیگری در بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تحریم‌های ایران را تمدید کند. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران گفته بیش از 100 قانونگذار و نماینده پارلمان از کشورهای اروپایی و عرب از این بیانیه حمایت کردند. این در حالی است که چند هفته پیش پیشنهاد آمریکا برای تمدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت رأی نیاورد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برادرزاده‌اش امیر فهد را از فرماندهی نیروهای مسلح درگیر در جنگ یمن برکنار کرده و دستور داده اتهام فساد مالی علیه او بررسی شود. علاوه بر امیر فهد، پسر او عبدالعزیز هم برکنار و متهم به فساد شده که معاون استاندار جوف در شمال عربستان است. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به گمانهایی که درباره برکناری و پیگرد قضایی این دو امیرزاده سعودی مطرح است. تازه ترین نما از ملک سلمان به تاریخ بیش از یک ماه پیش، هنگام خروج از بیمارستان پس از شایعاتی درباره مرگ او. با این حال، گرچه حکم برکناری برادرزاده و نوه برادر ملک سلمان به امضای اوست، اما این حکم از چشم ولیعهد دیده می شود. محمد بن سلمان که صعودش به قدرت با برکناری و زندانی کردن شمار زیادی از خیشاوندانش همراه بود. همه هم متهم به فساد بودند. از همین روست که اتهام فساد درباره پسر و نوه عموی تنی محمد بن سلمان هم با انگیزه سیاسی و زدوبندهای پشت پرده دیده می شود. کسی که برکنار شده فرمانده جنگ در یمن است. گمانه ها برای یافتن انگیزه برکناری اونیز در یمن زده می شود. آیا سیاست سعودی در یمن قرار است تغییر کند؟ مراسم عاشورا پریروز در صنعا. شیعیان زیدی، یمنی هایی که بیش از 5 سال در جنگی نابرابر با ارتش مجهز سعودی ایستادگی کرده اند، چه بسا با جنگ نابرابر کربلا همزاد پنداری می کنند. با این فرق که این بار دشمن قوی تر را در آستانه از میان بدر شدن می بینند. برکناری سردار لشکریان دشمن سعودی را نیز برخی نشانه ای از یافتن راهی برای برون رفت از یمن می بینند. یمنی که جنگ افزون بر ویرانی توان رویارویی با بلای عالمگیر کرونا را هم از آن گرفته. فاجعه بشری که روی دست عربستان گذاشته شده روز به روز فجیع تر می شود. از نگاه دیگر، مغضوبیت و برکناری گویا در خانواده این امیر سپهبد موروثی است. پدرش امیر ترکی از ملکزادگان معروف به صدیری های هفتگانه بود. 7 برادر تنی که قدرتمندترین حلقه را درون خاندان آل سعود تشکیل دادند. 2 تایشان پادشاه شدند. ملک فهد و ملک سلمان پادشاه کنونی. اما امیر ترکی را نه تنها از حلقه برادران که از کشور بیرون کردند. جرمش عشق به زنی مراکشی به نام هند بود. زنی با سبک زندگی پرحاشیه و جنجال‌آفرین و مورد علاقه رسانه‌های زرد. امیر ترکی و هند سالها در هتل هیلتون رامسس در قاهره ساکن شدند. این هتل را محفلی برای خوشگذرانی کردند که هر خبری از آن بیرون می‌آمد از چشم خاندان سعودی مایه بی‌آبرویی بود. هند سرانجام به مرگی مشکوک درگذشت که به پای دربار سعودی نوشته شد. امیر ترکی اجازه یافت در وطن بمیرد. اگر عشق به هند مراکشی نبود، او به جای ملک سلمان پادشاه می شد. پسرش که امروز برکنار شد، به جای محمد بن سلمان می نشست. مهرداد فرهمند، BBC. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ماست. آقای بهروش، چه داره میگذره؟ بالاترین فرمانده نظامی عربستان برکنار شده در میان جنگ یمن، در میان تنش بالا با ایران، متهم به دزدی و اختلاس شده.
پسرش همچنین، و این بعد از اونیه که ملک سلمان هم دو ولیعهد رو کنار گذاشت و اونها رو در تحت بازداشت خانگی قرار داد، شاهزاده مقرن و محمد بن نایف. درسته. بله، ببینین، همونطور خودم اشاره کردین، این رو باید بخشی از تلاش محمد بن سلمان ولیعهد کنونی و اطرافیانش برای جانشینی، برای در واقع نشستن در مسند قدرت و جلوس به اون جایگاه پادشاهی عربستان یا جانشینی ملک سلمان، اینها رو باید دید. ببینین، علاوه بر فهد بن ترکی که حالا قبلا فرمانده نیروهای زمینی ارتش عربستان بود و بعدا خب همین الان که ایشون کنار گذاشته شدن از فرماندهی ائتلاف نظامی عربستان کنار گذاشته شدن در واقع در جنگ یمن، و خب پسرشون هم معاون فرماندار منطقه الجوف در شمال غربی نزدیک مرز اردن هستن. حالا قبل از این البته مهره های بسیار مهمتری حالا بازداشت شده بودن یا کنار گذاشته بودن. یکیش که خیلی توجه جلب نکرده احمد بن عبدالعزیز است، برادر تنی ملک سلمان، که خیلی شایع بود که ایشون ممکنه جای بن سلمان رو پس از قتل خاشقجی بگیره. خب انتقادات که اون موقع خیلی تشدید پیدا کرد. ایشون هم از لندن برگشتن عربستان، ایشون الان تحت حالا بازداشت خانگی هست، چند ماه قبل دستگیر شدن. یا هم محمد بن نایف که خود اشاره کردیم، ولیعهد قبلی، همه اینها الان به شدت سرکوب شدن، تحت بازداشت هستن. و توی ماه مارچ هولوش چند ماه قبل هولوش 300 نفر رو هم از مقامات نظامی و غیر نظامی دوباره بازداشت کردن به اسم مبارزه با فساد در داخل نیروهای نظامی و امنیتی. ولی خب معلوم هست، در واقع آشکار از شواهد قرائن، که محمد بن سلمان با توجه به بیماری ملک سلمان که خب ممکنه هرچه در واقع در آینده نزدیک فوت بکنه، و همچنین احتمال کنار رفتن دونالد ترامپ به عنوان حامی بزرگش در عرصه بین المللی، با توجه به این مخاطرات داره زمینه چینی میکنه و مخالفان و موانعی رو که در داخل حکومت، در داخل خانواده سلطنتی وجود دارن، اینها رو کنار میذاره که بتونه در واقع اون جلوس خودش رو تسهیل و تضمین کنه. آقای بهروش، خیلی ممنون از شما. میثم بهروش از سوئد با ما بود. متشکرم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در سفر به بیروت درباره خطر فروپاشی اقتصادی لبنان و لزوم اصلاحات گسترده هشدار داده. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برقراری روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل را خیانت به دنیای اسلام و کشورهای منطقه توصیف کرده. در ادامه این برنامه، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا یکدیگر را به ترویج خشونت و حمایت از اوباش متهم کردند. کمیته قوانین دولت افغانستان با تغییراتی در قانون ثبت و احوال نفوس، از جمله ذکر نام مادر در شناسنامه ها، موافقت کرده. این تغییرات باید در کابینه و بعد هم در پارلمان افغانستان تصویب شود. تعدادی از فعالان حقوق زنان در افغانستان از 3 سال پیش کارزاری را به عنوان اسمم کجاست راه انداختند که هدف آن گنجاندن نام مادر در شناسنامه فرزندان است. همیرا قادری، فعال حقوق زنان، از کابل با ماست. خانم قادری، به نظر میرسه که این کمپین، این کارزار اسمم کجاست، موفق بوده؟ سلام، وقتتان بخیر. احساس میکنم که کارزار نامم کجاست مدت هاست، بیشتر از 2 دهه بعد از طالبان داره فعالیت میکنه، حالا تحت نام های متفاوتی، و خیلی کسا هستن، گروپ های متفاوتی هستن که برای نامم کجاست، یا حداقل اگر از این شعار بیرونش کشیم، برای اینکه نام ما در کنار نام فرزندش بشه، در افغانستان تلاش میکنن. اما بله، این اواخر تلاش ها بیشتر شده، گروه هایی که به ما کمک میکردن زیادتر شدن، و در نهایت
میتونم بگم که ما حداقل طرح تعدیل قانون افغان اساسی را در این قسمت همراه خود داریم. چقدر مهمه که اسم مادر در شناسنامه حتما درج بشه؟ اهمیتش؟ خب در افغانستان آمار طلاق کم است، اما آمار زنان کشاورهای خودشان در جنگ، در انتحار از دست میدن بسیار زیاد است. زنانی که با آنها بی سرپرست میگن، اما در حقیقت ناناور خانه و یا سرپرست خانواده هستند. گرفتن پاسپورت، گرفتن تذکره، سفرها، تمام اینها برای این زنان مشکل ساز است. اما جدای از تمام این بحث ها، بحث در افغانستان بخشی از زنان بسیار اهمیت داره که به مادرانگیشان برمیگرده. خیلی خوب است که قوانین افغانستان بخواه این احترام قانونی کنه و در سندهای رسمی برای مادران جایگاه ویژه رو باز کنه. در سندها در کنار نام فرزند نام پدر کلانش هست، اما متاسفانه نام مادر تا حالا نیست. خانم قادری، خیلی ممنون از شما. همیرا قادری، فعال حقوق زنان، استاد دانشگاه از کابل با ما. متشکرم. ترکیه از دستگیری فرمانده ارشد گروه داعش در این کشور خبر داده. گفته شده که در شهر آدانا دستگیر شده. مقام های ترکیه گفتند که نام فرد دستگیر شده محمود اوزدن است. آنها همچنین گفتند که او قصد داشته حمله هایی در این کشور انجام بده. وزارت کشور ترکیه گفته طی 2 سال گذشته بیش از 2000 نفر را در ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر کرده. گروه حماس از آتش‌بس با اسرائیل بعد از بیش از 3 هفته حملات مرزی خبر داده و گفته این توافق با میانجیگری قطر و مصر به دست آمده. اسرائیل از ماه گذشته تقریباً هر روز نوار غزه را در پاسخ به حملات راکتی و بادکنک‌های آتش‌زای شبه نظامیان فلسطینی بمباران کرده. به گفته اسرائیل این حملات شبه نظامیان باعث بروز 400 آتش سوزی در مناطق کشاورزی جنوب اسرائیل شده و خسارت‌های زیادی به بار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رقیبش از حزب دموکرات در انتخابات پیشرو را متهم به محافظه‌کاری در برابر خشونت‌های خیابانی در این کشور کرده. آقای ترامپ گفته جو بایدن به جای معترضان نیروهای پلیس را مسئول خشونت‌ها می‌داند. پیشتر جو بایدن ترامپ را به بهره برداری سیاسی از این خشونت‌ها متهم کرد و گفته بود که او نمی‌تواند حامیانش را که رفتارهای شبیه شبه نظامیان دارد کنترل کند. موج جدید اعتراض‌های خیابانی در آمریکا از حدود 10 روز پیش در پی شلیک پلیس به یک مرد سیاه‌پوست در ایالت ویسکانسین آغاز شد. دیشب هم پلیس لس آنجلس یک مرد سیاه‌پوست را با شلیک گلوله کشت. پیشتر از بهمن کرباسی خبرنگارمون در نیویورک پرسیدم که آیا جنگ لفظی بین ترامپ و جو بایدن در هفته‌های آینده هم باید قاعدتاً ادامه داشته باشد؟ قطعا و البته بیشتر آقای ترامپ اصرار داره که موضوع انتخابات رو که پاسخ او به کرونا یا عدم پاسخ مناسب او به شیوع ویروس کرونا بود تغییر بده به این دعوایی که بر سر مقابله با نارامی ها وجود داره. همینطور که گفتی در مقدمه، آقای ترامپ مکرر داره میگه که این طرفداران آقای بایدن هستند، چپگرایان هستند که تظاهرات میکنن و شهرهای کشور رو ناامن میکنن و بیشتر این شهرهایی که درشون ناامنی هست، شهردار و همچنین ایالتهایی که در این شهرها درشون قرار دارن، فرماندارشون همه دموکرات هستن و نمیتونن کنترل کنن و آقای بایدن هم اونطور که باید شاید نمیاد محکوم بکنه. درست در مقابل آقای بایدن دیروز آمد هم محکوم کرد، گفت که فرق داره تظاهرات مسالمت آمیز با تخریب و آتش زدن، ولی در مقابل آقای ترامپ رو متهم کرد که طرفدارانش رو که دست به اسلحه بردن، در یک مورد یک جوان 17 ساله در همون ایالت ویسکانسین 2 تا تظاهر کننده رو کشته، اونها رو محکوم نمی‌کنه و معتقده که آقای بایدن گفت که آقای ترامپ از این آشوب‌ها به نفع خودش داره سوء استفاده سیاسی می‌کنه تا موضوع رو عوض کنه و مردم رو حواس افکار عمومی رو پرت بکنه از اینکه چقدر پاسخش به کرونا ضعیف بوده. در نتیجه این تبدیل داره میشه به یکی از موضوعات اصلی
انتخابات. دیروز هم در کنفرانس خبری از آقای ترامپ پرسیدن که آیا این جوان 17 ساله‌ای که طرفدارت بوده و دست به اسلحه برده رو محکوم می‌کنی، و حاضر نشد محکوم کنه. حتی تا اونجا پیش رفت که گفت شاید از ویدیوهایی که وجود داره به نظر میاد داشته از خودش دفاع می‌کرده در برابر دعوایی که در خیابان در گرفته. در نتیجه اون جوان که الان متهم هست به قتل عمد و منتظر دادگاه هست، از دید آقای ترامپ و بسیاری از طرفدارانش محکوم نیست و حاضر نیستن که رفتارش رو زیر سوال ببرند. به همین جهت این دو طرف هر دو بهانه‌ای دارن برای اینکه طرف مقابل رو متهم بکنن که در برابر آشوب‌ها واکنش مناسب رو نشون نمیده. بهمن کلبسی بود از نیویورک. نمایشگاه انگور و عسل هرات امروز با شرکت ده‌ها نفر از باغداران و تعدادی از زنبورداران در این شهر برگزار شد. این نمایشگاه تابستانی هر سال برای بازاریابی محصولات داخلی هرات راه اندازی می شود. همکار ما محمد قاضی‌زاده در هرات میگوید هرچند نمایشگاه امسال تحت تاثیر کرونا محدودتر بود، اما با یک خبر خوش هم همراه بود. مقام های اداره زراعت گفتند که میزان تولید انگور در این ولایت از 120 تن به 140 تن افزایش یافته. انگور لاله هرات، فراورده که با نام این شهر گره خورده است. نه یکی دو نو که به گفته شماره در هرات 100 نو انگور تولید می شود. مقام های محلی از افزایش 10% در تولید انگور خبر می دهند. مقدار تولید امسال به 140 هزار تن رسیده. هدف این نمایشگاه بازاریابی است. اینجا حالا چندان فضای جشنواره‌ای ندارد و خیلی محدودتر از سالهای پیش برگزار شده. کرونا به شدت به کاروبار مردم آسیب زده. دلیزای هوایی یا به اصطلاح انتقالات به سایر کشورها فعلا مسدوده و امسال قراردادهای بیرون از افغانستان هم صورت نگرفته. باز گروه ارتباط و وزارت افغانستان تصمیم گرفت تا کشمش‌های بسیار اصلی که بتونیم ما انگور تازه را به شکل کشمش تبدیل کنیم و بعدا کشمش ازی بتونیم به بازارهای بیرونی صادر کنیم. عسل خالص که در کنار انگور هرات به شیرینی این نمایشگاه افزوده. زنبورداری در سالهای اخیر در هرات زمینه کار را برای شمار از زنان و مردان فراهم کرده. اما شکایت از کسادی بازار اینجا همیشه شنیده می شود. بازار کشور خارج خراب کردن، محصولات بیکیفیت داخل کشور آوردن، با بسته‌بندی های خوب و مشتری هم بازی میخوره، میگه که اون محصول خیلی بهتره چون که از کشور خارجه، ولی خبر ندارن که محصول خود ما با کیفیت تره، بهتره و میتونه این خریدن از اونا رشد افغانستان را بیشتر ده. هرات در تولید عسل، انگور و دیگر محصولات زراعتی پیشتاز است، اما مثل هر ولایت دیگر افغانستان مولدان چندان سود نمی کنند. صدور این محصولات به پیمانه وسیع به بیرون از افغانستان کلید حل مشکلات است. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون از همراهی شما.